ارتفاع اتوبوس و سرویکالی تقسیم بر عرض تشکیل این بالی باید 4 دهم یا بیشتر باشه. نوت شو برای که من ریزیستن زن چی بشه؟ پاکه باشه و اشکالی نداشته باشه. ارتفاع تقسیم بر عرض تشکیل این بالی باید بیشتر 4 دهم باشه. الان ببینید، الان وقتی من میام ارتفاع اتوبوس و سرویکالی رو تقسیم بر ارتفاع تقسیم بر قطر میکنم، اگر خدمت شما از شده که بیشتر از 14 در بیاد، من دو تا راه دارم دیگه، یا باید چیکار کنم، یا باید بیام صورت ترسیم زیاد کنم، یا باید بیام مقدار شکست رو چیکار کنم و کاهش بدم. درست شد؟ پس اگر من بخوام پس میخوام ببینم کجا من نیاز دارم که آمنت بکنم و کجا نیاز دارم که خدمت هر شما هستم که تراشم رو افزایش بدم. اگه من تراشم رو افزایش بدم، قطر پیشونی این باری چی میشه؟ کم میشه. پس یا من باید قطر پیشونی این باری رو کم کنم، یا باید ارتفاع رو کنید و سرویکالی رو چیکار کنم؟ زیاد. ارتفاع رو کنید و سرویکالی چجوری زیاد میشه؟ با جرایه افزایش دیگه باشه. حالا اینجا یه نکته ای هست، من هم اندازه‌گیری میکنم، میبینم که من میخوام این 4 دهم بیشتر بشه. خب الان من نگاه میکنم قطر رو اندازه میزنم، طولم اندازه میزنم، میبینم که این بدر کیه. من بعد متخصص لحظه براش یادداشت کنم که چقدر سیه لازم داره. چجوری متوجه میشم؟ متوجه میشم که اگه مثلا یعنی نمیگیره سیه کنه ارتفاع من مثلا جای 3 بشه 3.5، این نسبت به 14 چی میشه؟ یعنی چون میبینم اگه من بیاد بیشتر از این سیل کنه فورها اکسپوز میشه. متوجهی؟ از تراش رو بیشتر میکنم قطر بیشتر این بالی چی میشه؟ کاهش میکنم. برای من بیاد سیل هم میکنه نیم میگیره، این نسبت بالای 14 حاصل میشه. یعنی با یه تیپری میگه انواع انجام میدادم 16 درجه 22 درجه، اگر ارتفاع و قطر رو من تنظیم میکنم، رزیستنسی که میگم رزیستنسی چیه؟ کافی و مناسبی است. بر همیشه نسبت و فرمول در حقیقت اینجوریه، پس ما برای داشتن رزیستنس کافی همواره نسبت اتوبوس و سرویکالی به قطر پیشبینی کنیم، باید بالای 14 میلی‌متر.